آقا خیلی ناراحتم. نمیدونم باید چیکار کنم. همش تقصیر من بود ولی نمیخواستم اینجوری بشه. من سهر رو خیلی دوست داشتم. هنوزم دارم. ولی باورم نمیشه موضوع به این بزرگی رو هم من پنهون کرده باشه. نمیتونم ببخشمش. میسم اینکه آدم کسی رو ببخشه یا بخشیده بشه اصلا کار ساده ای نیست. بخشیدن یه کار خداییه. باید اول خدایی بشی بعد بخشیده بشی. زندگی میگذره با روزاش، با شباش، با اتفاقاتش، به گذشته ای رو میسازه. گذشته که در زمان گم میشه. بعضی از گذشته ها دوباره در آینده اتفاق میفته. اما رو در زمان گم میکنه بابا. وصلت آخر عاقبت خوشی داره؟ مطمئن باش همین که پسره بفهمه تو ازدواج کردی و یه بچه داری یه دقیقه هم نگرت نمیداره. او منو دوستم داره. تو این مدت هم کلی بهم عادت کرده. بفهمه نمیذاره بره. پس به سر بچه مردم کلا گذاشته. کلا چیه مادر من؟ اگه میگم بهم وابسته شده چون بهش محبت کردم. منم بهش علاقه دارم. بابا جمع اون پسر سن و سالی نداره. شاید بچگی کرده باشه. اگه از سن و سالش بگذره دیگه اینجوری فکر نمی کنه ها. بس کن مادر من. تو اگه انقدر عاقبت اندیش بودی که حال روز من این نبود. الان میگی من چی کار کنم؟ منتظر بمونم یکی با اسب سفید بیاد من خوشبختم بکنه؟ آینده ای من چی میشه با یه بچه؟ خسته شدم دیگه. خسته شدم از حرف مردم. خسته شدم از بسی من به چشه یه تو جای من نیستی. جای من نیستی ببینی من چی میکشم. من الان یه بازنده‌ای شدم که شانس در خونمو زده. نمیتونم لگد به بختم بزنم. شما بی زحمت انقدر منو نصیحت نکن. یا هیچ گله و شکایتی هم ازت ندارم. صد هزار مرتبه شکر که نامه اعمالم تو همین دنیا دادی دستم. خدایا میدونم نامه اعمال من خیلی سنگینه ولی همه امیدم به کرم توه. نم که تو بخشنده ای میبخشی. امید این بنده روسیه تو نامید نمی کنی. الو امیرعلی، باشه
من اینجا مونده بود زیر درخت، شما یه وقت نیدیش؟ بدون اجازه محدوده ما زبان درازی میکنی؟ محدوده شما چیه مرد حسابی؟ اینجا همش زیر نظر جنگلبانیه. شما اینجا چرا اصلا چیکار داری؟ اینجوریه باشه بی بدون اجازه که عکس میگیری. دوربین تو بیا. یکش دست تو دوربین رو بیا. دوربین رو دست تو بیا. خدا رو شکر تو این 5 ماه گلدوناتون رشد خوبی داشتن. همینطور آفتاش هم 100% از بین رفتن. حالا نه حالا آماده هستن برای همگین بودن. به چه صورت باید انتخاب کنیم همگین شدنشونو؟ همگین شدنشونو بر اساس آمار برداری ها انجام میدیم. بله. بعد پارامترهای آمار برداری بر اساس قطر و ارتفاع تعداد جسته هستن، همچنین تعداد برگه و قطر قلمه ها. بله. خب همونجا که یاد گرفتین قبلا این با یه دستگاه انجام میشه. میتونم خواهش کنم از شما که دستگاهتون و نوعش رو به من یاد بدین ببینم چطوری یاد گرفتین؟ قطع جسته رو میتونیم با استفاده از پولیس اندازه بگیریم. پولیس رو ابتدای هر جست میذاریم، قطعش رو به دست میگیریم، رو فرم آمار برداری ثبت میکنیم. خیلی خوب، پس لطف کنی آمار برداریتون رو شروع کنیم که بتونیم گلدونا رو بفرستیم گلخونه برای تنش کم‌آبی. سلام بابا، بفرمایید. من
در خدمت. دیشب رفتم سر مزار بابام، کلی با شهر زدم، ازش کمک خواستم، گفتم خودش راه پیش روم بذاره، خودش کمکم کنه. گوش کرد به حرفم. دیشب اومد به خوابم، همش میخندید، حرف زد، گفت مبادا حرمت آقا سعید رو نگه نداری، گفت مبادا به آقا سعید بی احترامی بکنی، گفت مبادا یادت بره آقا سعید حق پدری به گردنت داره. همه رو با خنده گفت. اومدم حرف بزنم، دستشو گذاشت جلو دهنم، گفت هیچی نگو، گفت همین که بهت گفتم، گفت آقا سعید بهترین رفیقمه، هنوزم هست، هر اتفاقی هم که بین ما افتاده فقط به خودمون مربوطه، به تو مربوط نیست. آقا سعید من این نامه رو خوندم، بفهم من در مورد این نامه هیچی به مامان نمیدم، هرچی هست بین خودمون دوتا مثل دوتا مرد میدم، میسم گل چطوری خوبی پسرم؟ آقای قربانی من قرار نبود این خانم تصویر کنم، پس چرا اینجا؟ من چه کارم؟ حتما آقا تصمیمش عوض شده. نه خیر، آقا تصمیمشون عوض نشده، منتها این خانم انقدر اعتماد به نفسش زیاده که هر روز با میشم میان اینجا. سلام. شما خلقتو تنگ نکن، بیا یه چای تازه دم برات بریزم. من چای نمیخورم، این خانمم زودتر وسایلاشونو جمع کنن اینجا برم. آخه چه کار کردی دختر که این پسره اینطور داغ کرده؟ میسم جان در رو باز بذار، میگم در رو باز بذار. باشه آروم. با اجازه کی اومدی تو؟ این قربانی از این دهن لقاست. برو عقب. اگه میخوای سر صدا راه اندازه من اینجا برو بیرون. باش. میشه بگی چی شده؟ آخه چه دختر معصومی، هیچی هم خبر نداره. میسم جان منو ببین. این هنده ها چیه در میری سهر؟ چرا خودتو زدی به نفهمی؟ بس دیگه بس، یه بار سرمو گول مالیدی تموم شد رفت.
میشه بگی من چی کار کردم که داری اینجوری رفتار میکنی؟ خدا چقدر این دختر رو داره. من اولاق چقدر خر بودم. تو چجوری تونستی اینقدر دروغگو باشی ها؟ چجوری تونستی؟ من عاشقت بودم سر، شب و روزم شده بودی تو، داشتم به خاطر تو خانوادم رو داغون میکردم، اما تو چیکار کردی؟ به من دروغ گفتی. بابات همه چیزو بهت گفت؟ آره بهش میگفتی فرق تو و سر چیه؟ این مسئله خانوادگی، خودمونم حلش میکنی. آفرین، خوش به حال بابات. چه خانواده‌ای داره، چقدر خدا دوستش داره. عوض این که خانواده تردش کنه، زیر بال و پرش رو گرفتن که زمین نخوره. واقعی سهر بدبخت به خاطر بی کسی و بی پولی تو 16 سالگی میدنش به یه آدم معتاد مفنگی بی غیرت. آره الان هم اینجا ایستاده و داره حرف میشنوه، داره خار و خفیف میشه. من بهت دروغ گفتم، دیروزم بهت دروغ گفتم. اون پول برای عمل مامانم نمیخوام، برای دخترم میخوام که مادرزاده ناراحتی قلبی داره. اگه راجع به ازدواج اولم بهت چیزی نگفتم، چون فکر نمی کردم رابطه ای منو تو به اینجا بکشه. این تو بودی که پیشنهاد دادی یواشکی عقد کنیم تا خانوادت تحت فشار بذاری. این تو بودی که نذاشتی هم دیگر بهتر بشناسیم. دیدی همه ما دروغ گفتیم، حتی خودت تو هم به خانوادت دروغ گفتی. فقط یه چیز رو به دروغ نگفت، داری دروغ میگی سر، بازم داری دروغ میگی. تو فقط میخواستی چاله چلوهای زندگی تو با من پر کن. انقدر بی‌انصاف نباش میسن. دیگه تموم شد، دیگه نمیخوام ببینم. حماقت کردم، تاوانشم پس میدم. کاش نمیگفتی تاوان حماقت، میگفتی تاوان دوست داشتم. سلام خانم نیازی، صبح شما بخیر. کی؟ چرا همون موقع به من نگفتین؟ باشه. نه نه من اداره نمیام، مستقیم میرم جنگل. خداحافظ.
سلام جناب. سلام. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این مأمور جنگلبانی رو کشتن. خانم اجازه ندادن بریم. من مدیر منابع طبیعی اینجا هستم. ممکن است همکار من باشه. بذارین هماهنگ کنم. چشم. درست. خانم رئیس منابع طبیعی. ممنون. بفهم. از نیروی شما هستن؟ بله، از جنگلبانه اینجا هستم. چند وقت پیشم یه جنگلبان دیگه اینجا تصادف کرد. گفت تصادفش عمدی بوده. این منطقه قاشق و چوب هم دارید؟ نمیدونم، هنوز مطمئن نیستم. به هر حال اگر اطلاعات جدید داشتی در اختیارم بذارید. ممنون میشم. حتما. اینکه تصادف شده. سلام، چی شده؟ سلام، آقای پویش هستم، مسئول طرح جنگلداری این منطقه. متاسفانه که جنگلبانای من کشته شده. این منطقه قاچاق چوب میشه. ما حدس میزنیم کار قاچاقچی باشه. اصلا غیر ممکنه اینجا تحت حفاظت ماست. آی پویش، شما فکر میکنه انگیزه قتل یه جنگلبان توی این منطقه چی میتونه باشه؟ من نمیدونم، شاید خصومت شخصی بوده. شما که فکر نمیکنید که ما کار قاچاق چوب میکنیم؟ به هر حال پرونده در حال بررسی، نتیجه خدمت رو اعلام میکنه. هر کاری از دست من بر بیاد من در خدمتونم. اگه ممکنه شماره خانواده مرحوم رحمان قدیری رو به من بدید تا ما باهاشون تماس بگیریم. بله چشم. رحمان قدیری. داشون دوربینتون فیلم هم داره دلی از اون عکس میگیری؟ فیلم هم داره آقا رحمان، شما لطف کن وایس بقیهش با ما باشه. آقا احمدی، آقا رحمان خیلی وقت نیروبالا میزنه، موضوع عکست سیاه نشه. مصطفی جان تو خودت عکس زدی برادر؟ مصطفی تو دستشویی هم میره عطر میزنی. استاد عکس شنگی یا سفید؟ رنگی برادر، سرخاب سفیدا بیاد نره. آقا من بود چما سرو وجلان خودم تو عکس میافتم یا نمیافتم؟ میافتی آقا، ان شاء الله میافتی. بچه‌ها همه با هم دیگه خاک ریز. گرفت یکی دیگه گلاشو بگو. نه نه تو گم شو. آقای پویش، این فقط یک اتفاق بود، عمدی نبود. من که به خاطر این کاره اینجا نیستم. من که برای آدم کشی اینجا نیومدم. زدی یه نفر کشتی. تو از رفاقت من، از صداقت من سوء استفاده کردی. این فقط یک حادثه بود. اون یه چیزایی رو دیده بود که نباید میدید.
در اون لحظه جایی بود که نباید می بود. فقط همین. یعنی چی همین؟ یه بدشانسی. میگم زده یه نفر رو کشتی، میگه یه بدشانسی. من این پروژه رو نگرفتم به خاطر منفعتش، گفتم 40 نفر 50 نفر نون بخورن. ببین آقای پویش، شما هنوز دارین با تفکرات 30 سال پیش زندگی میکنین. یه نگاهی به اطرافت بکن، ببین شما کجایی، بقیه کجان. شما اسم اینو چی میذاری؟ کار عامل منفعه؟ بله بله، ما برای این اینجاییم؟ دقیقاً. تو که میشناختی منو. نه آقای پویش، من به خاطر این اینجا نیستم. من نیومدم اینجا کار عامل منفعه بکنم. اومدم یه چندرغاز پول گیرم بیاد. اون قاچاق چوب. ببین، با این روشی که شما زندگی میکنی اینجور کارها جواب نمیده آقای پویش. مطمئن باش جواب نمیده. از این گذشته پای خودتونم گیره. شما زیر پروژه رو امضا کردی، شما تعهد دادی، شما مسئول اصلی این کار هستی. فکر نکن راحت بیرونی. من مسئول این کارم؟ من آدم کشتم؟ پدرتو در میارم. برو گم شو. این قضیه اینجا تموم نمیشه آقای پویش. اینجا تموم نمیشه. مرتی کی نفهم. چی نمیتونم؟ چرا داری شلوغش میکنی؟ یه دونه تیر خورده تو شکم قلبت که نخورده. من دستا بلند شده من نمیتونم. برو. من بمیرم هم فلت نمی کنم. اینجا بلند شو. گرفتار میشی. برو احمد، بلند شو حرف نزن. یا علی دستا بده من. بلند شو یا علی، بلند شو. بلند شو، چیزی نبوده. یا علی